در تصاویر ویدیویی منتشر شده از سوی گروه موسوم به داعش، تخریب آثار باستانی در شهر موسل در عراق که برخی از آنها به 2000 سال قبل باز می‌گردند، دیده می‌شود. در این ویدیوی 5 دقیقه‌ای گفته شده است این آثار بت‌های آسوری‌ها و یونانی‌هاست که به فرمان پیامبر اسلام باید نابود شوند. سازمان فرهنگی سازمان ملل یونسکو در واکنش به انتشار نوار تخریب این آثار، خواستار نشست فوق‌العاده شورای امنیت در خصوص تأمین امنیت میراث فرهنگی عراق شده است. در همین حال، جیمز کلاپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا گفت داعش تلاش می‌کند از خود تصویر یک خلافت اسلامی به جای بگذارد. داعش می‌خواهد این تصویر را از خود بسازد که توان برقراری خلافت اسلامی در جهان را دارد. با این حال، کلاپر می‌گوید شواهد نشان می‌دهد از توان نظامی این گروه کاسته شده است و منابع مالی آن در حال کاهش است. بر پایه گزارش تحلیلی یک گروه کارشناس در امور مالی گروه‌های تروریستی نیز، داعش اگر نتواند مناطق بیشتری را تصرف کند، با کاهش توان مالی روبرو خواهد شد. داعش در روزهای اخیر صدها تن از مسیحیان آسوری را در استان حسکه در سوریه ربوده است. آسوری‌ها در یکی از روستاهای این منطقه در مقابل تهاجم داعش مقاومت کردند. جت‌های جنگنده ائتلاف بین‌المللی روز پنجشنبه در واکنش به تهاجم داعش برای تصرف این روستا وارد عمل شدند. اما هنوز از سرنوشت بیش از 200 آسوری روبوده شده توسط داعش خبری در دست نیست. ادامه و تشدید حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی از سوی دیگر از پیشرفت نظامی داعش جلوگیری کرده است. در همین حال، در پی افشای هویت فردی که به جان جهادی لقب گرفته است، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، از اظهار نظر درباره هویت جان جهادی خودداری کرد. من درباره کسی و یا پرونده‌ای مشخصا صحبت نمی‌کنم. با این حال، آقای کامرون گفت اولویت او مبارزه با آنهایی است که علیه اتباع بریتانیا در هر کجای جهان جنایت می‌کنند. فلیپ هامند، وزیر خارجه بریتانیا، نیز روز گذشته گفت مادامی که تحقیقات ادامه دارد، اظهار نظر درباره آن به روشن شدن حقایق کمک نخواهد کرد. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا. We don't comment on police investigations.